بله همینجوری که میبینی من در ساحل شهر زیبا و ساحلی شهر کن هستیم و جشنواره امروز شروع به کار میکنه با در واقع افتتاح میشه با پخش فیلم ژان دوباری. فیلمی هستش تاریخی، روایتی از زندگی لوی 15 و معشوقه اون مادام دوباری که جانی دپ در این فیلم ایفای نقش میکنه. و البته این فیلم در بخش مسابقه نیست، اما در بخش مسابقه اصلی اسامی مختلف از نسل‌های مختلف سینمای جهان به چشم می‌خوره، از جمله نوری، بیلگ جیلان، ویم وندرس و نانی موریتی، کن لوچ و وس اندرسون، و که اینها در بخش اصلی با هم رقابت می‌کنن و ده‌ها فیلم دیگه. اما در بخش‌های خارج از مسابقه هم اسامی مهمی مثل مارتین اسکورسیزی و پدرو آلمودوار و استیو مک‌کوئین حضور دارن که وزن این جشنواره رو حسابی بالاتر می‌برن. در بخش نوعی نگاه ما فیلمی داریم از ایران، فیلم آیه های زمینی ساخته علی عسکری که در سالهای دور هم در این بخش عباس کیارستمی برای فیلم زندگی و دیگر هیچ برنده جایزه بهترین فیلم در همین بخش نوعی نگاه شد. امیدواریم که این جایزه امسال به این دو فیلمساز جوان برسه که یادم رفت بگم که این فیلم رو مشترکاً علی عسکری با علیرضا خاتمی ساختن، فیلم آیه های زمینی. اما فیلم دیگه ای هستش که جلب توجه کرد برای من، فیلم نان و گلهای سرخ هستش، فیلمی از سینمای افغانستان که صحرا مانی این فیلم رو ساخته، روایتی از استقامت و مبارزه زنان در افغانستان در مقابل طالبان و اهمیت شعار نان کار آزادی در جامعه مدنی و جامعه افغانستان. اما از حاشیه فستیوال اگه بخوام براتون بگم، پنل های مختلفی برگزار میشه، از جمله دو پنل که یکی عنوانش هست ندای بنیادین جامعه که با حضور سینماگران ایرانی از جمله عسل باقری، فیلمساز و نشانگر و نشانه شناس زر امیر ابراهیمی و کاوه فرنام این پنل هستش، و پنل دیگری هم هست از کیف تا تهران که کاوه فرنام تهیه کننده سینما در این پنل حضور داره. ممنونم از تو، جای من رو هم خالی کن اونجا.